سر گفتگوی امروز. امروز من میخواهم در دو بخش، در واقع به کوتاهی در بخش نخست به یک پرسش پاسخ بدهم و در پاسخ به پرسش دوم در واقع سخن اصلی خودم رو با شما در میان بگذارم که بیشتر باز میگردد به همین مسئله کردستان، مسئله کوشش های ملیگرایی در چهارچوب ایران و پیرامون ایران و پیامدهای اون. حالا ملیگرایی، قومگرایی، هرچی میخواهید نامشو بگذارید. اما پرسش نخست از سوی هممیهنی است که به گفته خودشان از مشتری های پروپاقرص برنامه های من هستند و با بسیاری از دیدگاه های من میگویند که همسو هستند و میپسندند. سپاسگزارم. و نوشتن که کمتر برنامه ای رو در این سالها از دست دادن و اگر هم از دست داده باشن میروند و در اینترنت میجویند و میبینند. گله ای داشتن از من و اون این است که جدا از این که من با سیاست های آقای ترامپ موافق باشم یا نباشم و از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری شادمان باشم یا نباشم، که میدانید دیدگاه من رو، من مخالف سیاست و دیدگاه و رفتار آقای ترامپ هستم، ایشان میپرسند که جدا از همه این نقد هایی که شما دارید، چرا از سیاست آقای ترامپ در مورد ایران، همین سخنانی که در چه در سازمان ملل و سپس در جدا از سازمان ملل در این چند روز گذشته به زبان راندند، چرا از این پشتیبانی نمی کنید؟ چرا خواهان افزایش فشار بر ایران نیستید؟ و آیا گمان نمی کنید که این افزایش فشار سرانجام به فروپاشی حکومت در ایران بیانجامد؟ در این بخش نخست برنامه به کوتاهی به این همیهن گرامی و دغدغه‌ای که ایشان دارن پاسخ میدم. من از شمار کسانی بودم که از دیرباز با تحریم هوشمند در مورد ایران موافق بودم. تحریم کور نه، ولی تحریم های هوشمند، یعنی تحریم هایی که فشار رو بیشتر متوجه حکومت و سیاست‌ها و رهبران اون می‌کنه. تحریم کور تحریمی است که همه مردم رو آزار می‌دهد و در گذشته تا پیش از برجام دسته‌ای از این تحریم‌ها تحریم‌های هوشمند بود، دسته‌ای از این تحریم‌ها هم تحریم‌های کور بود و فشار مرگباری بر مردم ایران وارد کرده بود و از این رو من خواهان آن بودم که این تحریم‌ها برطرف شود و بر این باور بودم که جدا از رفتار حکومت ایران، مردم ایران نباید آزار ببینن به دلیل رفتار حکومت در ایران. یعنی مردم که زیر یک ستمی به سر میبرند، فشاری به سر میبرند، حالا فشار بیشتری رو به دلیل سیاست های یک حکومت نباید تحمل کنند. نسبت به نوع مذاکرات آقای اوباما با دولت آقای اوباما با نمایندگان ایران هم انتقادهایی داشتم و انتقاد اساسی من همین بود که چه بسا باید زمان بیشتری وقت میگذاشتن که نداشتن. متاسفانه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما رسیده بودند و در این گفتگوها پاره ای از سیاستهای دولت ایران رو در زمینه دخالتهایی که در منطقه انجام میدهد اونها رو هم در این گفتگوها چه بسا باید می گنجاندند. برخی از دوستان هم می گویند که دولت ایالات متحده آمریکا باید حقوق بشر رو هم در این گفتگوها وارد می کرد. پاسخ من این است که دولت ایالات متحده آمریکا نمی تواند، صلاحیت چنین سخنی رو و گفتگویی رو ندارد، زیرا از بسیاری از حکومت های تبهکار دشمن حقوق بشر در همین پیرامون ایران پشتیبانی می کند و دارای صلاحیت برای اینکه به وضعیت حقوق بشر در ایران نقد بکند نیست. یعنی آقای ترامپ یا آقای اوباما که روابط بسیار نزدیکی با دولت عربستان یا دولت‌های دیگری که پایمال کننده حقوق بشر در دنیا هستند، از جمله چین، با اینها روابط نیکی دارند، نمیتوانند یک سویه یک کشور رو هدف برخورد خودشون قرار بدهند و بگویند که تنها در مورد این کشور ما خواهان پایمال نشدن حقوق بشر هستیم. به این خواهم پرداخت البته. ولی به هر روی در این مذاکرات محدود شد این گفتگوها برجام به تنها مسئله هسته‌ای ایران.
بیشترین یاری که این برجام برای مردم ایران در پیداش جدا از کاهش تحریم ها، کاهش فشار اقتصادی در این بود که بیم و هراس جنگ رو که بر سر ایران گسترده شده بود کاهش داد و تا حدود زیادی این بختکی که بر سر ایران به راستی یا این بوم شومی که بال گسترده بود یعنی برای جنگ، این در واقع کاهش پیدا کرد و مردم تا حدودی از این دلخوره و نگرانی جنگ رهایی یافتند. آیا یک دولت خارجی باید در زمینه حقوق بشر در کشورهای دیگر یا در زمینه تغییر دولت در کشورهای دیگر دخالت بکند؟ به داوری من دولت‌ها باید از نهادهای حقوق بشری و از کوشش‌های مردم یک کشور برای دستیابی به حقوق بشر پشتیبانی کنند، ولی تجربه نشان داده که این ساختارهای حقوق بشری و یا دولت‌های دموکراتیک رو دولت‌های خارجی در کشورهای دیگر بنا نمی‌کنند. ما هر کجا که دولت‌های خارجی کوشش کردند که دولت‌های خودکامه رو براندازند و به جای اونها به گفته خودشون دموکراسی بنا کنند، ویرانی به دنبال داشتن. افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، اینها نمونه‌های برجسته است از دخالت ایالات متحده آمریکا و اروپا در به اصطلاح ساختن دموکراسی به قول خودشون جفرسونی در این کشورها، که می‌دانیم پیامد اون ویرانی و جنگ داخلی و آشفتگی فراوان در این کشورها بوده. من هیچ علاقمند به اینکه کشورم درگیر چنین جنگ داخلی بشود نیستم. این به این معنا نیست که من از حکومت کنونی ایران پشتیبانی میکنم. دیدگاه های من رو خیلی خوب میشناسید. ولی باور ندارم که آن چیزی رو که ما ایرانیان باید انجام بدهیم، این رو باید از راه دخالت نظامی دولت های خارجی به دست بیاوریم. گروهی از همیهنان ما هم حتی تا آنجا پیش میروند که شادمانی می کنند از اینکه شاید عربستان به ایران لشکر بکشه، یعنی کشوری که از نقطه نظر سیاست بسیار فرومایه تر و بسیار خودکامه تر و بسیار متجاوز تر از دولت جمهوری اسلامی نسبت به حقوق بشر است، امیدوارند که عربستان برای ما دموکراسی ارمغان بیاورد و حتی دعوت می کنند از مقامات امنیتی این کشور که بروند در برنامه هاشون شرکت کنند و بشارت بدهند که به زودی دموکراسی در ایران برقرار خواهد شد. یعنی یک حکومت غیر دموکراتیک به مردم ایران وعده بدهد که اونها از گسترش دموکراسی در ایران پشتیبانی خواهند کرد. خب روشن است که اینها سوداهای دیگری رو در سر دارند. چرا من سخنان تند آقای ترامپ رو در مورد ایران نمیپسندم؟ نخست به دلیل اینکه موفقیت فشار بر ایران در صورتی است که این فشار جهانی باشه، یعنی در صورتی است که یک جبهه متحدی مانند همون زمانی که پیش از برجام به وجود آمده بود از اروپا و روسیه و چین در تحریم ها یا فشار بر ایران کوشا باشد. هر گونه فشار یک سویه ایران رو بیشتر به سوی روسیه و چین سوق میدهد و این به سود دموکراسی در ایران نیست. دو دیگر این که من همواره بر این باور بوده و هستم که گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا با ایران به گسترش دموکراسی یاری میرساند. شما نگاه کنید به این آزمون برجسته‌ای که در برابر ماست. آمریکایی ها نزدیک 60,000 نفر در ویتنام کشته دادند، نزدیک به 500,000 نفر زخمی دادند و بیش از 3 میلیون نفر از مردم ویتنام در این جنگ خانمانسوز با بمباران ها و جنگ و گلوله های آمریکاییان کشته شدند. و سرانجام روابط دیپلماتیک میان ویتنام و ایالات متحده آمریکا برقرار شد و ویتنام در فهرست کشورهایی قرار گرفت که وارد روابط اقتصادی آزاد با آمریکا شدند. این روابط به گسترش ساختارهای مدنی در ویتنام یاری رسانده، فشار رو بر مردم کاهش داده، توسعه اقتصادی رو شتابان‌تر کرده و بیگمان رفته رفته به گسترش ارزش‌های دموکراتیک هم یاری می‌رسانه و این در دیگر کشورهای جهان هم صادق است.
به این معنا نیست که باید چشم خود رو به روی سیاست‌های این دولت‌ها ببندند. درست این است که در همان زمانی که روابط اقتصادی با کشوری مانند چین دارند، باید پایمال شدن حقوق شهروندی در چین رو هم به اونها گوشزد کنند. ولی نمیتوان چنین سیاستی رو در پیش گرفت که تصور کنیم که با یک تهدید نظامی و یا محاصره دریایی ایران و یا فشار اقتصادی یک سویه، جمهوری اسلامی آنچنان از پای در خواهد آمد که مردم ایران قیام خواهند کرد و دموکراسی رو به وجود خواهند آورد. اینها سودایی بیش نیست. افزون بر این، اصلا آقای ترامپ در سودای چنین پروژه و برنامه‌ای نیست. ایشان اگر در سودای ساختن دموکراسی در خاورمیانه بودند، این چنین از دولت عربستان پشتیبانی نمی‌کردند و برای خوشایند دولت عربستان نام تاریخی خلیج فارس رو به خلیج علوی تبدیل نمی‌کردند. بنابراین من اگرچه با پشتیبانی همه دولت‌ها از جنبش دموکراسی خواهی و کوشش برای دستیابی به دموکراسی در ایران با این بسیار همسو هستم، از هر گونه افزایش فشار نظامی و تهدید ایران به جنگ بسیار بیمناک هستم، زیرا بر این باورم که چنین نوع برخوردهایی میتواند کشور ما رو چند پاره کنه و سودای کسانی که در انگیزه جنگ، برانگیختن جنگ با ایران هم هستند، همین است که ایران چند پاره بشه و به کشورهای کوچکتری تقسیم بشود. این است که در پاسخ به این همیهن گرامی میگویم که نه، من با چنین سیاستهای تهدیدآمیزی موافق نیستم و فکر میکنم که باید با شکیبایی و درنگ میدان رو بر حکومت در ایران تنگ کرد. ولی دگرگون ساختن سیاست در ایران کار مردم ایران است. اینکه نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و گروه‌های مختلف از مردم ایران در این راستا پشتیبانی بکنند، به این معنا نیست که ما باید چشم به دخالت نظامی اونها و یافتن رهبرانی برای خودمون داشته باشیم. پس از انتخاب آقای ترامپ، گروه‌های از ایرانیان با شادی و شور و ذوق و اصلا پایکوبان، رقص کنان روابط با ایشان برقرار کردند، نزدیکی با ایشان برگزیدند و حتی دیدارهایی با نمایندگان ایشون داشتند و در واقع تشویق کردند که دولت آقای ترامپ یک سیاست تندرو و جنگی در برابر ایران را در پیش بگیره. کشور ما در اشغال خارجی نیست که ما برای رهایی از اشغال یک دولت خارجی بخواهیم یک نیروی نظامی دیگر بیاری ما بیاید. گرفتاری ما درونی است. کسانی که در ایران امروز دولت رو اداره می کنند از همین سرزمین ایران برخواستند و بخشی از گفتمان تاریخی جامعه ما هستند، با همه گرفتاری هایی که در این زمینه وجود داشته، و ما ایرانیان خودمون باید این گرفتاری رو حل بکنیم. به این معنا نیست که نباید از پشتیبانی دیگران شادمان نباید شادمان باشیم، باید شادمان باشیم، ولی این پشتیبانی نباید چهره نظامی و جنگی به خودش بگیره و کشور ما را به ویرانی و احتمال تجزیه برسانیم. این سخنی است که من با این همیهن در این راستا داشتم و دیدگاهی است که همواره داشتم و بر اون پا می فشارم. حالا اگر کسانی گمان کنند که این دیدگاه من به ماندگاری حکومت ایران خواهد انجامید، پاسخ من این است که من نخست به ماندگاری ایران میاندیشم و سپس دگرگونی سیاسی ایران. اگر ایرانی در میان نباشد، اگر این کشور درگیر یک جنگ داخلی بشود، باور کنید و بپذیرید که حکومت کنون ایران بهتر از شرایط جنگی داخلی خواهد بود. نه اینکه این حکومت خوب است، به هیچ رو، ولی تصور این که ما بخواهیم برای کنار نهادن این حکومت راهی رو برویم که امروز عراق و سوریه و لیبی رفتند و این کشور رو ویران بکنیم، به راستی راه بسیار بسیار نادرستی است و جز ناکامی و خونریزی و از میان رفتن کشور چیزی رو به دنبال نخواهد داشت. و اما پرسش دوم که در واقع موضوع اساسی
گفتگوی من با شما در برنامه امروز است و در واقع ادامه برنامه های چند هفته گذشته که از همه پرسی اقلیم کردستان عراق آغاز شد. جالب اینجاست که این درگیری های چند هفته گذشته، چند روز گذشته در مورد کرکوک، این پیشبینی من رو، درستی پیشبینی من رو به شما نشان داد که اعلام همه پرسی یا اعلام استقلال کردستان به جنگ داخلی در عراق خواهد انجامید، یعنی جنگ داخلی موجود در عراق رو دامن خواهد زد، افسایش خواهد داد و گرفتاری های بسیار بزرگی به وجود خواهد آمد. اما پرسش این همیهن بسیار پرسش جالبی است. ایشان میگویند شما که به دموکراسی، این همیهن کرد هستند و چند برنامه من رو شاید دیده باشند، نامه ایشان و پرسش ایشان هم مانند نامه نخست خیلی دوستانه نیست، اندکی جنبه خردگیری و شاید هم پرخاش درش نهفته است. میگویند که شما که به دموکراسی باور دارید و به آراء مردم احترام میگذارید، چرا با همه پرسی برای استقلال کردستان مخالفید؟ پاسخ من در این است که اگرچه من به عنوان یک انسان دموکرات باید بپذیرم که هنگامی که مردم به یک پروژه رأی میدهند، این پروژه برگزیده اکثریت مردم هست، این به این معنا نیست که من گزینش مردم رو در هر شرایطی به دلیل اینکه اکثریت مردم، حالا در کردستان میگویند 97% که معلوم است که ساختگی است، چون 97% بهش رأی دادن اون رو بپذیرم و بگویم درست است. در درازای تاریخ بارها و بارها مردم در انتخابات و در رفراندوم ها، همه پرسی ها، به چیزی رأی داده هم که با منافع خودشون در تضاد هست. مردم ایران میلیونی رفتن پای صندوق رأی و با یک اکثریت شکننده‌ای به پیدایش جمهوری اسلامی رأی دادند. ممکن است در این رأی گیری گزافه‌گویی و تقلب هم شده باشد، ولی باید بپذیریم که بیشتر مردم ایران به پیدایش جمهوری اسلامی رأی دادن و از آیت الله خمینی پشتیبانی کردند. اینکه اکثریت مردمی به یک پروژه رأی بدهند، این پروژه رو مثبت نمی‌کنه. در بسیاری از کشورهای جهان با رأی اکثریت مردم حکومت‌هایی بر سر کار آمدند که این حکومت‌ها غیر دموکراتیک بودند و رفته رفته از حقوق مردم کاستند. در همین همسایگی ما یک عوام فریبی که اینک رهبر دولت ترکیه است، چیزی رو به رفراندوم نهاد که حقوق مردم رو کاهش میداد، روزنامه نگاران رو محدود میکرد، آزادی روزنامه نگاری رو عملا در ترکیه تعطیل میکرد و مردم رفتند و به این رأی دادن. حالا چه میزان تقلب در این آرا بوده بماند، ولی مردم به این رفراندومی که ایشان برگزار کرده بودند رأی دادند. آیا این رأیی که مردم برای محدود کردن آزادی خودشون و آزادی روزنامه نگاری دادند، از این رأی باید پشتیبانی کرد؟ رأی اکثریت همواره مثبت نیست. اهمیت کار روشنفکری، اهمیت کار نظری دیدگاهی در این است که شما بسنجید چه چیزی از دیدگاه شما به سود مردم است. اگر 60 سال پیش، 70 سال پیش، یا حتی در زمانی که محمد رضا شاه پهلوی حق رأی به زنان داد، اگر در اون هنگام می آمدند و در ایران از همه مردم یک رأیگیری آزاد می کردند، چون زنان که حق رأی نداشتند، از مردان ایرانی که حق رأی داشتند همه پرسی می کردند که آیا به زنان ایران حق رأی بدهیم یا نه، باور بکنید که بیش از 75% مردان ایرانی با حق رأی زنان مخالفت می‌کردند. پس ما باید بپذیریم یک کار نادرست رو. بسیاری از پروژه‌های درست جهان تا حدود زیادی تحمیل شده. آموزش اجباری کودکان یک پروژه دولتی تحمیل شده است.
یعنی بر پایه رأی مردم نیست. شما در یک کشور فقیر و واپسمانده اگر رأی گیری کنید، چه بسا بیشتر خانواده ها رأی بدهند که شاید نخواهند فرزندشون رو به مدرسه بفرستند، میخواهند اونها رو در کار کشاورزی درگیر کنند. ولی دولت ها میآیند حتی با زور یک رشته کارها رو بر جامعه تحمیل میکنند و تحمیل پروژه های مثبت در جامعه حتی اگر بدون رأی اکثریت مردم باشه به سود جامعه است. و این تجربه تاریخه که گاه حضور یک درجه از فشار و زور بیشتر از آرای اکثریت دارای پیامدهای دموکراتیک است. یعنی شما اینگونه نیندیشید که هر همه پرسی حتی اگر به صورت دموکراتیک هم برگزار بشود پیامد دموکراتیکی برای مردم خواهد داشت. من برای شما نمونه ایران و نمونه کشور همسایه خود ترکیه رو زدم. امروز در افغانستان اگر رأی گیری کنند، اکثریت مردم افغانستان رأی خواهند داد که دختران نباید به مدارس بروند. آیا باید آموزش دختران رو در افغانستان به دلیل اینکه یک اکثریتی بیدانش، فناتیک و باورمند به یک رشته ارزش‌های کهن با آموزش دختران مخالفت می‌کنند، آیا بر اساس یک همه پرسی باید از آموزش دختران در افغانستان جلوگیری کرد؟ رأی مردم همواره مثبت نیست. رأی آگاهانه مردم است که مثبت است. یعنی برای اینکه شما به یک همه پرسی رجوع کنید، نخست باید زمینه های بیداری و آگاهی مردم رو فراهم کنید و مردم بدانند که آنچه که در برابر اونهاست تا چند اندازه به سود اونها خواهد بود. افزون بر این، در بسیاری از موارد تاریخی ما دیدیم در همین سده بیستم که مردم بر اساس عوام فریبی رأی دادند و یک فاشیست رو انتخاب کردند، مانند انتخاب موسولینی که در یک مسیر دستکم در آغاز ظاهرا دموکراتیک به قدرت رسید، یا حتی هیتلر اگرچه با زد و خورد خیابانی هم همراه بود. هر رأی‌گیری و هر همه پرسی پیامد مثبتی نخواهد داشت. باید بررسی کرد آیا این همه پرسی به سود مردم است؟ آیا این همه پرسی که در بریتانیا برگزار شد و به خروج انگلستان، بریتانیا از اروپا انجامید به سود دراز مدت مردم بریتانیا خواهد بود؟ میدانیم بسیاری از کسانی که رأی به خروج از یا رأی به برکسیت دادند امروز پشیمان هستند، پیامدهای اون رو دارن میپردازند. در یک شرایط ویژه‌ای، به ویژه در یک التهاب و شوق و مواردی که بسیاری از اونها رو مردم نمیتوانند پیامدش رو درک کنند، ممکن است مردم به چیزی رأی بدهند که نتیجه مثبتی برای اونها نداشته باشه. دولت آقای بارزانی یک دولت فاسد که بخش بزرگی از درآمد نفت مردم عراق رو به خانه و خاندان خودش تعلق داده، در دست گرفته، با تحریک مردم رأی به رفراندوم، یعنی تشویق کرد مردم در این رفراندوم استقلال شرکت کنند، بی آنکه با مردم در میان بگذارد که پیامد این استقلال جنگ داخلی در عراق خواهد بود، ارتش عراق کرکوک رو خواهد گرفت، فرودگاه ها رو خواهد بست و درگیری در با ایران، با عراق و ترکیه به وجود خواهد آورد. این پیامدها رو همه مردم درک نمی توانند بکنند. فردا ممکن است در یک رأی گیری یکی از ایالت های کشور ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرد که از آمریکا جدا بشود، بی آنکه به پیامدهای او بیاندیشد. این به این معنا نیست که بیشتر مردم یا اکثریت مردم آمریکا اجازه خواهند داد که یک ایالت برود پای چنین رأی‌گیری. بنابراین این بحث ها که چون گروهی از مردم ممکن است رأی به استقلال بدهند، بنابراین اون رو باید پذیرفت، چنین نیست. ما می‌دانیم امروز بخشی از جنوب ایران، بندر عباس و پیرامون اون بر یکی از بزرگترین ذخیره‌های گاز جهان نشسته است. آیا شما میپذیرید اگر مردم بندر عباس، استان هرمزگان و پیرامون اون بروند رأی بدهند برای ایجاد کشور مستقل، چون گاز رو اینک برای یک اقلیت کوچکتری، جمعیت کوچکتری در دست خواهند گرفت؟ آیا مردم ایران از چنین رأی گیری، از چنین همه پرسی پشتیبانی خواهند کرد؟ از منظر ملی به مسئله نگاه کنید.
و بیاییم و ببینیم که آیا پدیده‌ای که به نام یک شبه ملت یا قوم در گوش و کنار جهان وجود داره، آیا این همواره منافعش در ایجاد کشور است یا نه. دنیای امروز دنیای پایان سده 19 نیست که تئوری های ملت سازی و کشور سازی و به اصطلاح حق تعیین سرنوشت به طور مطلق بتواند بر اونها اطلاق بشود. در مواردی خیلی تکلیف روشنه، کشوری رفته و کشوری دیگر رو تسخیر کرده، مانند رفتار بریتانیا در هندوستان. مردم هند حق دارند که بریتانیا رو از این کشور بیرون کنند و استقلال خودشون رو به دست بیارند به سود مردم بریتانیاست. مورد دیگری فرانسه و الجزیره. مردم الجزیره حق داشتند که خواهان استقلال از فرانسه بشوند و به دولت استعماری فرانسه پایان بدند. شاید هم اگر ما بازگردیم به مثلا 120 سال پیش یا 100 سال پیش، در دورانی پس از پایان جنگ جهانی اول، شاید در اون زمان که یک تمرکزی از مردم کردنشین در یک منطقه معینی از عراق امروز، کردستان ایران و ایران امروز، ایران آن روز و ترکیه امروز وجود داشت، شاید در اون هنگام می توانستیم وارد این گفتگو بشویم که در این محدوده جغرافیایی معینی که کردها در اون زندگی می کنند، مردم کردتبار و کردزبان زندگی می کنند، شاید فکر ساختن یک دولت مستقل کرد شدنی باشه. این گفتگو شاید در سال 1915-1918 می توانست، آن هم می گویم شاید، می توانست صورت واقعی به خودش بگیره، چرا که در اون هنگام ما با یک تمرکزی از کردها در سرزمین های معینی روبرو بودیم، در بخشهایی از دولت عثمانی و ایران. شاید در اون هنگام بتوان گفت که به دلیل وضعیت اقتصادی، سامان اقتصادی این کشورها و عقب ماندگی و پس ماندگی این سرزمین ها، شاید بیش از 90-95% مردم کردتبار در یک محدوده جغرافیایی زندگی می کردن که ساختن یک کشور از میان اونها شدنی بود. و اینک بیاییم و 100 سال پس از اون به وضعیت کردها در ایران، در عراق و در ترکیه نگاه کنیم. در همین ترکیه که به کردها ستم بسیار بسیار زیادی شده، جلوگیری از سخن گفتن به زبان مادریشون و حتی نامگذاری و بسیاری چیزهای دیگر، سرکوب‌های خشونت‌آمیز پانترکیست‌ها انجام شده، امروز بزرگترین شهر کردنشین جهان استانبول است. بیش از 1 میلیون کرد در استانبول زندگی می‌کنه. در استانبول نه، در مناطق اروپانشینه. شاید 1 میلیون در استانبول، آمارش الان خاطرم نیست، جایی خواندم، ولی این رو میدانم بر پایه آمارگیری هایی که هیچ کس درباره اونها گفتگو نداره، که بیشتر کردهای ترکیه امروز در منطقه سنتی ترکیه، کردنشین پیشین ترکیه زندگی نمی کنند. نزدیک به 60% کرد تباران ترکیه در منطقه اروپایی ترکیه، استانبول و مناطق اروپایی ترکیه، نزدیک به مناطق اروپایی ترکیه زندگی می کنند و وارد زندگی و جامعه مدنی ترکیه شدند. و اگرچه هنوز به اونها ستم می شود، ولی روی هم رفته از اون زندگی بومی پیشین خودشون تا حدود زیادی جدا شدند. همین موضوع رو شما در ایران در نظر بگیرید. بیشتر کردهای ایران در بیرون از کردستان، محدوده استان کردستان ایران و کرمانشاهان زندگی می کنند. بیشتر یعنی در بیرون از منطقه سنتی کردنشین زندگی می کنند و به شهرهای دیگر برای کار و زندگی و چیزهای دیگر رفتند. اصلا در مورد مردم آذربایجانی که کاملا این رو می توان دریافت که بزرگترین شهر آذربایجانی نشین ایران تهرانه. حتی تهران جمعیت آذربایجانی زبانش از باکو هم بیشتره. حالا
امروز چگونه میتوان این سوداهای ملت سازی رو در این پهنه پراکندگی و آمیزش ها بدون خونریزی حل کرد؟ یعنی چگونه میتوان دوباره بازگشت به این سنت تاریخی خاک و خون که در دنیا جنگ های بزرگی رو پدیدار شده، به پدید آورده و گرفتاری های بزرگی رو آفریده. ببخشید من اندکی سرما خوردم، گاه واژه ها اونقدر که باید نمیچرخد و نمیگردد. ولی به هر روی چگونه میتوان امروز آمد و یک دولتکی در کردستان ساخت و گفت همه کردها از گوشه و کنار ایران همه زندگی و کاری که میکنید و خانه و کاشانه خودتون رو رها کنید، بازگردید به این کشوری که ما میخواهیم درست کنیم؟ آیا این به سود مردم کرده؟ آیا به سود مردم کرد ترکیه نیست که بیشتر و بیشتر با اقتصاد تواناتر ترکیه بزرگ، که ترکیه که محدوده بزرگتری از کردستان است، در هم بیامیزند و رفته رفته با حفظ فرهنگ خودشون بخشی از پیشرفت اروپا بشوند، حتی کوشش کنند این ترکیه از این گرفتاری های سیاسی امروز رها بشود و به اروپا بپیوندد؟ امروز در دنیا ما با مهاجرت هایی روبرو هستیم که سیمای کشورها رو در هم ریخته و شما نمی توانید با یک رأی‌گیری مثلا در کاتالان محبوب ترین تیم فوتبال اسپانیا رو از اسپانیایی ها بگیرید و بگید از این پس این تیم بارسلونا تیم کاتالیناست. شدنی نیست. این در هم آمیختگی ها آنچنان جدی است که جدا کردن کشورها از یکدیگر مگر به یاری جنگ ممکن نیست. بالکان به طور ساختگی در کنار هم، یعنی یوگسلاوی قرار گرفته بود، تیتو آمد و یک اتحادیه از اسلاف ها ساخت و نامون رو یوگسلاوی گذاشت و سرانجام هم در یک جنگ داخلی خونریزانه بود که اینها به چند کشور تقسیم شدند. بله، می توان از یک جنگ داخلی خونریزانه چندین کشور از درون ایران و عراق و ترکیه بیرون آورد، ولی اینها به سود منافع چه کسانی است؟ به سود منافع کسانی است که میخواهند با این دولتک های کوچک پیمان های نفتی ببندند و تحمیل به اونها بکنند قدرت خودشون رو، برای اینکه هر چه کشورها نیرومندتر باشند تحمیل قراردادها، تحمیل فشار به اونها دشوارتر خواهد بود. یک دولتک کوچکی در کردستان ایران مجبور خواهد بود زیر سایه کشورهای دیگر زندگی بکنند، چون راهی به دریا نداره. آیا به سود مردم کرد هست؟ حتی اگر هم بپذیریم که دارای حق ملی هستند، که اصلا من با بنیاد این مسئله گرفتاری دارم، ولی حتی بپذیریم، آیا به سود مردم گیلان است که فردا گروهی بیایند و بگویند ما میخواهیم گیلانستان بسازیم، مازندران رو تبدیل کنیم به یک کشور مستقل، و یا خوزستان به دلیل داشتن نفت کلان از ایران جدا بشود و کشور ایران رو فقیر کند؟ آیا به سود همه مردم ایران است؟ گمان نمی کنم. می دانیم که در هیچ کجای جهان در این دوران جز یکی دو مورد کوچکی در اروپا مانند چکسلواکی پیشین این جدا شدن ها بدون خونریزی نبوده. امروز در چکسلواکی دولتی که سخت خواهان جدا شدن از چکسلواکی بود و می خواست دولت خودش رو جدا از دولت چک به وجود بیاره پشیمان از این کاره، برای که دولت چک پیشرفت کرده و اونها پیشرفت نکردند. سود مردم در کنار هم ماندن به طور تاریخی است، آن هم در کشورهایی که پیشینه تاریخی کهنی با هم دارند مانند کشور ایران. با این پیشینه تاریخی که با به یاری خون و جنگ و در کنار اون فرهنگ توانا سرنوشت این مردم در هم تنیده. بنابراین پاسخ من به مسئله همه پرسی و رأی اکثریت این است که رأی اکثریت چه کسانی؟ مردمی که اینک در کردستان زندگی می کنند، یا رأی کسانی که در اقلیم کردستان زیر سایه آقای خاندان آقای بارزانی هستند؟ آقای بارزانی که 3 سال از دوران رهبری او به پایان رسیده و حاضر نیست کنار بیاید، مجلس رو با پارلمان اقلیم کردستان رو با بنبست روبرو کرده، اجازه فعالیت نمیدهد و مانند پادشاه حکومت میکنه، خود و خانواده فاسدش. اینها رأی بدهند که این خانواده تا پایان زندگی خود و فرزندانش همچنان بر قدرت بمانند
به نام استقلال کردستان، این به سود مردم کرده است. به راستی شما سودی در این استقلال کردستان میبینید؟ دعوا بر سر نفت است، پیمان هایی که اینها با دیگران بستن و یا میخواهند ببندن، وعده هایی است که به اونها داده شده. در مورد مسئله کردستان ایران هم تردید نداشته باشید که مهمترین نیروی هوادار خودمختاری و جدایی کردستان دولت عربستان است و دولت اسرائیل. گروه هایی هم در آمریکا از اون حمایت می کنند. منافع مردم کرد در این نیست. روشنفکران کرد پیرو چنین اندیشه های قومگرایانه نیستند. این آمیزش تاریخی که میان مردم فارس زبان و ترک زبان و کرد زبان و دیگر زبان های چندینگانه در ایران در درازای تاریخ به وجود آمده، این کوچ گسترده‌ای که مردم برای کار و زندگی به سر تا سر این سرزمین کردن و پراکنده شدن و آمیزش پیدا کردن، این رو ما می‌خواهیم با ناسیونالیسم سده 19 بپاچانیم و دوباره موضوع خاک و خون رو به وجود بیاوریم. روشنفکران کرد به نیکی می‌دانند دنیای امروز دنیای خاک و خون نیست، دنیای اندیشه است. گرفتاری مردم در ایران امروز با حکومت گرفتاری خاکی و خونی نیست، گرفتاری اندیشه است. دیدگاهی چشمنداز متفاوتی است که سران حکومت و مخالفان طرفدار آزادی و دموکراسی در ایران دارد. ما نمی توانیم امروز فراموش کنیم که مسئله اساسی جامعه ما و جوامع دیگر بشری چشمندازهای اندیشه است، راهکارهایی است که توسعه اقتصادی به وجود می آورد، دموکراسی به وجود می آورد، سکولاریسم را بنا می کند. ما نمی توانیم بازگردیم و ایران رو و خاورمیانه رو از راه جنگ های خاکی و خونی باز ترسیم کنیم، بازسازی کنیم. نگاه کنید به پیرامون خودمان در افغانستان که حتی تشکیل دولت واحد در اونجا تقریبا به جنگ داخلی داشت می کشید. اختلاف بود که پشتوها سر کار باشن یا تاجیکا سر کار باشن یا هزاره ها. ما به این پایان دادیم. ما از دوران ایلیاتی گذشتیم خوشبختانه، و در همسایگی ما در سوریه این جنگ، جنگ خانمانسوز، نزدیک به 1 میلیون کشته و چندین میلیون پناهنده به وجود آورده. دولت سوریه رو ویران کرده، یعنی کشور سوریه رو ویران کرده. عراق در جنگ داخلی است و اینا کسانی میخواهند آتش این جنگ داخلی رو به اقلیم کردستان عراق هم بکشانند. بر روی این دیدگاهی است که من در این باره دارم. تا هفته آینده روز و روزگار باش و شما خوش